یک کارشناس حکومتی اعتراف کرد علت فقر ساختار اقتصادی و نظامیه که فقر تولید میکنه. واقعیت این است که نظام اقتصادی کشور فقر تولید میکنه. یعنی اشکال ربطی به این و اون نداره. باید یقه نظام رو گرفت. یقه خامنه ای و نظامی که با تولید فقر سر پاست. ما تورم های 40% داریم، 35% داریم. خب وقتی اقتصاد ما تورم زاست، یه دفعه میبینی که در سال 300,000 میلیارد تومان فقر تولید میشه. ما در کمیته امداد 23,000 میلیارد تومان رو میتونیم جمع بکنیم. بعد 11 شب یه خانمان بدبخت دیگه، خدا لعنت کنه خامنه ای رو، خدا لعنت کنه خمینی رو، توف دروه اینا. مردم باید این موقع شب اینجوری نونشون رو از تو آشغالدونی ها در بیارن. یکی از روش های تولید فقر بالا بردن مالیات، افزایش تورم و ثابت نگه داشتن درآمد هاست. این یعنی زجر کش کردن مردم. در سال 1399 تورم نقطه به نقطه منتهی به بهمن ماه 48%. در این شرایط پرداخت نقدی یا همون یارانه نقدی ثابت بوده. راستی دستاورد اصلی این نظام تو این 42 سال چی بود؟ خود دولت رسماً میگه 65 میلیون 70 میلیون آدم اگر یک 100,000 تومان، 120,000 تومان، 45,000 تومان نگیرن زندگیشون با مشکل مواجه میشه. یعنی خیلی ساده میشه گفت که دستاورد ما فقر عمومی است. این یه وعده غذایی منه تو این بدبختی این مملکت. میگه نزدیک به گدایی برسم. خیلی اون شکلی هم مردم ندارن بخورن. لعنت به توی خامه خوینی هندی زده. لعنت به تو خامنه ای آشغال. نفرت و انزجار عمومی محصول 42 سال غارت و جنایت آخونداست. سال 1400 سال پایان غارت و جنایت.